استر جنرال عبدالرشید دوستم، رئیس ارکان سرقومندانی علای قوای مسلح، رهبر و بنیانگذار جنبش ملی اسلامی افغانستان، روز دوشنبه با جمعی از بزرگان ولایت‌های قندهار، المند، ایرات و مناطق هزارآژاد با حضور داشت احمد ولی کرزی، رئیس شورای ولایتی قندهار و شمار از نمایندگان پارلمان از صفات شمال و شمال شرق کشور در کابل دیدار و ملاقات کرد. در این دیدار که رهبر جنبش با بزرگان این ولایت داشت، پیروزی آمد کرزی را کامیابی امقشار کشور دانست. جنرال عبدالرشید دوستم گفت در گذشته ها برای آزادی افغانستان به جنگ نیاز بود. اکنون باید دست به دست هم داده و برای صلح و ثبات کشور تلاش نماییم. جنرال استنلی مکریستال فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان به شمال کشور سفر کرده است و از همکاری های بین المللی در راستای تقویت پلیس افغان خبر داد. این فرمانده ارشد نیروهای نظامی امریکا در افغانستان خاطر نشان کرد، گفت که به هدف نظارت از کیفیت آموزش پلیس افغان، بلند بردن ظرفیت ها و توانایی های آنان و اکمال و تجهیز پلیس به شمال افغانستان آمده است. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در بیانیه روز دوشنبه منتشر ساخت، اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 4 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. این سربازان در پی افزایش خشونت‌ها و انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای کشته شدند. بنابراین گزارش، دو نفر از این سربازان بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای کشته شده و نفر سوم در یک درگیری نظامی در روز یکشنبه در جنوب افغانستان به قتل رسید. چهارمین سرباز نیز روز دوشنبه در شرق افغانستان بر اثر منفجر شدن یک وسیله انفجاری کشته شد. شمار از بزرگان و متنفذین ولایت‌های شمال کشور با برید جنرال مصطفی لیون چولاک فرمانده عمومی نیروهای نظامی ترکیه در کابل دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار بزرگان ولایت‌های مختلف کشور از کمک‌ها و ماموریت نیروهای نظامی ترکیه که از کشورشان دورند و برای صلح و امنیت در افغانستان فعالیت میکنند قدردانی کرد. همچنان برید جنرال مصطفی لیون چولاک فرمانده نیروهای نظامی ترکیه در کابل در مورد فعالیت‌های نیروهای این کشور معلومات داد و گفت که هدف از موجودیت نیروهای ترکیه در افغانستان ارائه کمک های انسانی و استقرار امنیت و استحکام دوستی میان ملت افغانستان و ترکیه است. آقای چولاک همچنان می‌افزاید که نیروهای کشورش در تمام نقاط جهان بخصوص افغانستان وظایفشان را موفقانه به پیش بردند.